سنت مراسم تعلیف در امریکا سنت دیرینه و مهم به شمار می رود. آمادگی ها برای این مراسم بسیار مهم از چندین ماه بدین سو اتخاذ شده و شرکت کنندگان از هر بخش جامعه به شمول کارمندان نظامی و ملکی برای این روز بزرگ آمادگی می گیرند. مکتب بلو در مراسم امسال تعلیف شامل است و تیم این مکتب برای حضور در آن هیجان زده هستند. همکارانم ژیلا ناصری و اکمل خالقی این گزارش را در مورد آمادگی این مکتب برای شرکت در این مراسم تهیه کردند که توجهتان را بدان مبذول می‌دارم. لیسه بلو در یکی از محلات غریب نشین واشنگتن دی سی موقع دارد. شاگردان و اساتید این مکتب امسال به خاطر شرکت در مراسم رژه نظامی در روز تحلیف رئیس جمهور آمریکا شوق زدند. مغازه رسمی فروش دیزاین های مراسم تحلیف روزها قبل از موعد افتتاح شد. شاگردان لیسه بلو با علاقمندی در این مراسم شرکت نموده و به نمایش موسیقی پرداختند. خب این تجلیل است. ما رئیس جمهور خود را قدر می کنیم. مردی که به حیث رئیس جمهور راه را برای جوانان و سایر امریکایی ها راه را باز کرده است. ما کف می زنیم. دست هایمان را شور می دهیم. می خندیم و لذت می بریم. بسیار وقت خوش داریم. یکی از اعضای گروه موسیقی مکتب بلو می گوید برای آنها شرکت در این رویداد تاریخی یک تجربه بی‌نظیر است. نیکولاس اودن از 4 سال بدین سو عضو این گروه موسیقی است و دول می نوازد. ما یک هفته و چند هفته است که روزانه 2-3 ساعت بعد از ختم مکتب تمرین می کنیم. احساس خوبی دارم به خاطر که اولین بار است که در این 4 سال من در جمع این گروه موسیقی آمادگی دارم و هیجان زده هستم. رئیس گروه موسیقی همچنان اضافه کرد که این بار برای دومین بار بعد از سال 2004 در مراسم تحلیف شرکت می کنند. او می گوید این بار احساس متفاوت دارد. این اولین بار است که ما یونیفرم به تن می کنیم و نمایش اجرا می کنیم. بار قبلی با لباس های عادی برنامه اجرا کردیم. ما واقعا آمادگی داریم که نه تنها نمایندگی از مکتب می کنیم بلکه از جامعه ما و علاقمندان ما در واشنگتن دی سی نمایندگی می کنیم. مراسم تحلیف سال 2008 میلیون ها تن را به واشنگتن جلب نموده بود، اما امسال قرار است رقم کمتر شرکت کنند. با وجود این، هر 4 سال برای مراسم تحلیف و مدگی های خاصی در نظر گرفته می شود. هفته ها قبل از مراسم تحلیف واشنگتن میزبان بازدید کنندگان زیاد است. آنها در این سفر از مغازه یادگاری های خاص برای 57 رئیس جمهور آمریکا دیدن نموده و با خود یادگاری های را میبرند. مانند این کلاه که پوشیدم از مراسم تحلیف گذشته بود، اما امسال برای بزرگداشت از رئیس جمهور است که دوباره انتخاب شده است. تعداد زیادی از مردم شک داشتند که دوباره انتخاب شود، اما او رأی مردم را به دست آورد و رئیس جمهور برای خدمت به مردم ادامه می دهد. بر علاوه افراد ملکی، از افراد نظامی نیز خواسته شده بود تا در تمرینات قبلی برای رژه رسمی مراسم تحلیف شرکت نمایند. تمرینات رژه نظامی برای مراسم اصلی تحلیف مدت را در بر گرفته و گروه های قوای امریکا در آن راهپیمایی نمودند. کسانی که در این رژه نظامی امروز شرکت می کنند می خواهند که جزء تاریخ امریکا باشند و در مراسم تحلیف رئیس جمهور امریکا شرکت نمایند. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.